بقایش چجوری؟ یا فانی بشود ها؟ کدوم یکی بهتره؟ باقی باشه دیگه. بقا هم خوب دقت کنه حرفای منو، بقا هم به این معنا، نه اینکه تا تو دنیاست باقی بماند، در تمام نشاط وجودی، چه نشأه دنیا چه برزخ چه آخرت، یه چیزی به او ارث بدی، بگذاری واسش، که این که سیر این نشأت رو میکنه باش باش، شبهه نیست در این که در این دومی او که فانی بشه که به درد نمیخوره. ما در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند در باب اون چرا که به اصطلاح ما به ارث گذاشته می شود برای فرزند، قال ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم. این قیل اون روایتش که خوندم و بیزنیم به این دوتا. الادب للمال، بهترین چیزی را که به ارث میگذارند پدران برای فرزندان ادب است نه مال. بعد علت میفهم، فَإِنَّ الْمَالَ يَذْهَبْ وَالْعَدَبُ يَبْقَى. خیلی روشن، مال از بین رفتنیست، درست یا نه؟ اما ادب از بین نمی رود. حالا چرا؟ من میگم چراش. ادب شاکله وجودی انسان را می سازد. حالا بعد نباید میشم، یعنی شاکله روحی بنده را ادب می سازد، شکلیش می ده. چجوری شما گفتم بعد عرض کنم. من یه وقتی بحث کرده بودم من تو هر شرط که این راجع به همین کله کش بکنم می کنم شاکله وجودی که چه وجودی برزخی امام همونه تا بیرون به قیامت، یه وقت شاکله وجودی من رو انسان، الان ظاهرم اینجوریه که من میگی انسان، باطنم رو که تنم نمیچه شو برزخی که باز نشده که بفهمی که من تو باطنم چی، باطن من شکل خاص خودشو داره. رسیدی؟ ممکنه فرض بفرمید باطنش یه گرگ دارندهی باشه. رسیدی شما ازم؟ چون برای خاطر اینکه حین مرگ میشه که آدم میگن چشم برزخیش باز میشه و بصر و کلیام الحدید اونجاست که میبینه که بله وضعش چی، از این عالم داره میره، انسان داره میره یا چی، یه حیوان داره میره اونجا، درجه کنی تا به قیامت. نمیخوام چون منحرف نمیخوام از بحثم بشم که راجع به قیامت هم داریم، به ازل به هوش و هشرت که چی چیه این، اینا جاش اینجا نیست، ولی فقط اشاره کردم. توجه کنید، ادب شاکله وجودی هر انسانی رو میسازد. حالا تعبیر کنم انسان، بعد بگم هر شخصی رو که موجب میشود او به شکل انسان بشه، انسانی الهی بشه. توجه کن چه این ادب. حالا یعنی ملکات، حالا من گام به گام پیش میرم، در اینجا این مسئله اون وقت مطرح میشه و اونیست که اونی که پرورش دهنده من است، یعنی والدین من، چون اولین محیط اینجاست که میخواد بسازه من رو، درسته؟ در رابطه با چی؟ با محبتش که از او ناشی شده، غیرتش، درست یا نه؟
اینجا غیرت، غیرت حیوانی هم گفتم نیست، جلسه گذشته گفتم غیرت انسانی و الهیش بوده. معنویش باید منو بسازید. میخواد خدمت فرض شود که من صورتی انسانی و الهی پیدا کنم از نظر باطنم با همین تربیتی که اون میکنه. در اینجا این تعبیراتی که میکنن اینا را متخذ به قول ما گربر گرفته شده از معارف ماست، گاهی هم تو اصطلاحات میاد. نقش ابوین چی؟ نقش ابوین، نقش فرض کنید که زارع است و دهقان است و اینا، اما با تفاوت. خوب توجه کن تفاوت. جلسه گشت آخر جلسه اشاره کردم و این که در باب فرض کنید زارع، اونجا باید زمین و شخ بزنه آماده کنه، بذر بپاشه، بعد هم آبیاری بکنه و تا یواشه باشه معمولش میگه دهقان نشارو بیادش اونجا چیز کنه، همسالی زمین مهیا بکنه آمادهش بکنه، بعد هم چی؟ بذر باید بپاشه اون یکی، این هم نشاکان ندار، بعدم آبیاری کنم. در باب اونا اینه، این هم نقش او رو دارن، اما چی؟ به یک معنا خیلی آسان تر. اینو شاید توال نشته باشه، خیلی آسان تر نه سخت تر. این ها اون سه تا کار باید بکنه اگر ما بخواهم چیم به قول ما بیاییم سطحش رو بیاریم پایین. هم زمین رو باید شخ بزنه آمادش کن، هم بذر رو بپاشه، هم آبیاری کنه تا بعد بشینه دست رو هست هم بذاره تا ثمری بگیرد یا نگیره. ولی این نه، دو تا کار لازم نیست بکنه، یک کار بکن. از نظر زمین، زمینش آماده است، بهت میگم هیچ شخ دادن نمیخواد. این جلسه گذشته گفتم علی علیه السلام دیدید که داشت بچه که تازه در دامن تو چشم باز کرده شد، گفتم صفحه روحش چی قلبش پاک درست، هیچ سنگ و کلوخی توش نیست، سریع اثر میشه، سرعت هم داره، هم سریع است و هم عمیق است. هر دوتاش گوش بود. بعد بعضی هم لازم نیست تو بپاشی، بعضیشو خدا پاشیده، همون عقل عملی است که جلسه گذشته این رو من دست گوشته باش. تمام این اموری را که از دیدگاه عقل ما حسن هست که میگیم یا قبیح هست، نه همه اینا رو میدونیم، اما به صورت چه؟ گفتم قوت، استعداده. تو فقط به فعلیت اینو برسونی. حالا من میگم فعلیت هم یعنی چی؟ تو آبیاری فقط باید بکنی، زمین آماده است، نشا کاشته است، چی بگم من؟ بذر پاشیده است. میتونی خیانت نکنی، تو جنایت نکنی ای پدر و مادر، فقط آب بدی به این معنی که می آب دادن یعنی چی؟ من روایت بخونم. علی علیه السلام: ان به ذب العقول، ذب العقول این عقل، عقل نظری نیست، عقل عملی است، همیشه من گفتم ان به ذب العقول من الحاجه الى الادب كما يرمى الزرع الى المطر. اینو که حالا میدونن اینو احتیاج به ادب داره، اما میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که زرع احتیاج به بارون داشته باشه،
فهمیدی؟ نقش ادب نقش مطر، یعنی چی؟ باران. والدین اینها این کار رو باید بکنن. و اونیش که الان میگم که از دو طریق که معمولا هست، باید یه کاری کنن این به فعلیت برسه. به فعلیت برسه یعنی چی؟ یعنی اینی که به تعبیر ما جنبه استعدادی دارد، قوی دارد، در این شکوفاش بکنن، به فعلیت برسونن. و گرزه در روایتمون داریم و او این است به این که بهش شکل بدم با ملکات، که چجوری میگم ملکه رو واسش درست میکنم. حالا این همه دونه دونه من دیگه مجبور شدم دیگه کشش شدم من به این بس واردش بشم. علی علیه السلام این تعبیر رو میفرماید، میفرماید الادب و صورت العقل. عقل عملی دارم یعنی چی؟ یعنی بعضی را این باید به فعلیت برسه، درسته؟ ادب به فعلیتش برسونه. ما تو بحث خودمون به قول ما طلبگیمون میان میگیم فعلیت شیء به چیه؟ به صورت شیء است. اونجا این حرفا رو میزنیم ما. نقش ادب این است اون چرا که نهفته است در مکنون طفل اون را آشکار میکند و به فعلیت میرساند. چه در بعد انسانیش چه در بعد الهیش، که من جلسه گذشته رو گفتم کل مولود چی؟ یولد از الهیش میکرست. لذا چون روایت متعدده من دارم دیگه نمیزم اینا رو مطرح کنم، بنابراین تو اونی که میخوای به این به ارث برسونی ها بیا یه چیزی باشه که ها در تمام نشاط وجودی ازش بهره بگیر. و اون چیه؟ ها؟ تربیتش. تربیت یعنی چی؟ چیکار کنی؟ میگم آقا جون این مسئله چی اما با تفاوت، خیلی آسون تر از اوست. شخم زدن نمیخواد این زمین، بعض پاشیدن نمیخواد، نشا کاشتن نمیخواد، خدا کاشته، درست یا نه؟ تو خرابکاری نکن، فقط آبش بدی. حالا آب با چی بدی؟ میگم از دو طریق سمعی و بصری است. حالا من این رو بگم، ملکات ما بر اثر تکرار است. حالا من میگم ما از درونیمون اینجوریست، بچه که به دنیا آمد یعنی اینجوریست، یه قوه حافظه داره، اتاق بایگانی، یه بهتر از این میسام تعبیر کنم که بفهمیم، هر چی بهش بگی میبره میذاره تو اتاق بایگانیش، هر چی ببینه میذاره تو بایگانیش. سریع، این که گفتم چیه؟ سرعت گیرندگیش. و عمیق، وقتی هم رفت اونجا به این زودی اینه. تکرار که شد، این تکرار وقتی شد به صورت ملکه در میاد، شاکلش تشکیل میده. شاکله وجودی منش این ملکات، شاکله وجودی درونی من تشکیل میده. از دو راه سمعی و بصری چی میگی بهش؟ حالا بیایم سراغ معارف. حالا یک دو مورد رو من بگم. ما در روایاتم داریم بچه که به دنیا آمد همون روز اول مستحب در گوش راستش اذان بگو، گوش چپش اقامه بگو، یعنی اولین صوت، آهنگ صوتی، اولین آهنگ صوتی که به این میرسه به گوشش از راه سم، توحید نبوت، برو تو بخار. در روز اول مستحب، بعد هم میگن این تا قبل از اینکه نافش بیفته، که معمولا البته بود در روز میکشه از طریق سمی. اولین اوانی که این میخواد زبون باز بکنه چه کنم باشه؟ معمولا بچه
دو سالش که تموم شد میخواد بره تو سه سال دیگه اینجا یواش یواش دیگه زبون با میکنه. بذار من این روایت رو صدق کنم. روایت هم از امام باقر علیه السلام است و هم از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد فرمودن اذا بلغ الغلام ثلاث سنین، وقتی رسید به سه سال، یعنی دو سالش تموم شد میخواد وارد سه سال بشه، بلغه منش رسید میشه، فقل له سب مرات، بهش بگو هفت بار. میگم چرا هفت بار؟ بهش اینه بگو، قل بچه بگو چی؟ لا اله الا الله ثم یترک. زبون باز میخواد بکنه، فهمیدی؟ کلمت التوحید. حتی آیات هم لهو سلاسه تا سه سال، سه سالش تا میشه. هفت بار چرا؟ ملکش بشه با تکرار، فهمیدی؟ یادش؟ ها؟ نه. اینه معارف ما، انسان الهی بساز، همون از همون کوچیکی، از روز اول. اینجا این به گوشش بخوره، فهمیدی؟ آهنگ الهی، نه آهنگ شیطانی، نعوذ بالله، فهمیدی؟ به حال اون جامعه که اطفالش معتاد بشن به آهنگ شیطانی و بعدم پسوند اسلامی یدک بکشه اون جامعه، فهمیدی چی میخوام بگم؟ فهمیدی؟ چی در میاد؟ خیلی حرف دارم ولی نمیتونم من بگم. به خدا قسم اگر استحباب میگفتن راجب این آهنگ و شیطانی اینجوری چیز نمیکرد، استحباب اینجور اصرار نداشتم. میفهمی چی داری میکنی؟ میفهمی چی کار میکنی؟ پس بنده گفتم اسلامی رم یدک بکش، با این همه که درست میشه کار. دشمناتون به اهدافشون دارن میرسن دیگه، چیزی نمیتونم بگم. پسش دارم اللهم صلی الله علیه و سلم.